برای تمرین با ابزار پن میتونید شکل‌های مختلف رو بردارید. حالا ممکنه شکل‌های مثل این شکل رو به صورت کارتونی باشه و شروع کنید بازسازی اونها. کاری که انجام میدید ابزار پن رو برمیدارید و مجدد کار میکنید. البته روش ساده تری برای تبدیل این شکل ها به پن هست که من فعلا راجع به بردار هست که من فعلا راجع به اونها صحبت نمی کنم. میخوام دستتون بیاد تا این ابزار رو بیشتر باهاش آشنا بشید. اگر چنین جای مشکلی داشتید کافی کنترل زد بزنید و درست کنید. شاید اصلا اگر دیدید این گره درست نمیشه، گره قبلی رو اشتباه گذاشتین، یا از نظر مکان یا از نظر اهرم ها. خب حالا اگر یک اصلا گرهی رو اشتباه گذاشتین چی کار کنید؟ کلید کنترل رو نگه دارید و اون گرهی که میخواین جابجا بشه رو حرکت بدین. دستگیره ها رو داخلش حرکت بدید. همینطور حالا مثلا این گره میتونید دستگیره ها رو کوتاه یا بلندترش کنید. میتونید روی این گره کلیک کنید، حذفش کنید و این رو هم با کلید دیلت حذف کنید. اگر مجدد خواستین ادامه مسیرتون رو برید، کلید کنترل رو نگه دارید تا بتونید اون خط رو انتخاب کنید، چون باید این گره ها داخلش دیده بشن. بعد روی اون نقطه کلیک کنید، نقطه آخر، و بعد ادامه بدید. به این صورت شما میتونید طراحی کار خودتون رو داشته باشید. استقامت خطتون هم اگر زیاد بود که از قسمت تنظیمات توی دو تا ویدیو قبلی گفته شده، میتونید اون ضخامت رو کم کنید. مثلا الان اینجا برای کار من این ضخامت 3 یکم زیاده. مثلا بزنم روی نیمم خیلی کمه. مثلا میکنم 1 خوب باشه. نه. 2 خوب باشه. بعد رنگش زرده، من الان دارم روی نارنجی کار میکنم، پس رنگش رو هم عوض میکنم. اگر گزینه ای رو نداشتید احتمالا ورژن فتوشاپ شما قدیمی تره و با ورژن های پایین تر دارید کار میکنید. خب اگر جایی خواستم نقطه اضافه میکنم، جا به جایی رو انجام میدم و چه احتیاج به ادیت بود این کار رو میکنم. خب این شکل رو من کشیدم، به صورت پت کشیده شد. حالا میخوام پت رو تبدیل به شیپ کنم. کاری که انجام میدم کلیک راست میکنم و کانورت اگر پیدا کنم، دیفاین کاستوم شیپ رو میتونم بزنم، یا بیایم روی خود مسیر ببینم میتونم مستقیم تبدیل به لایه شپش کنم. خب مثل اینکه نمیشه. من کاری که انجام میدم، چند روش میتونم انجام بدم. یا اینکه کلیک راست کنم، دیفاین کاستوم شیپ رو بزنم به صورت یک شیپ تعریف بشه، خب که راجعش صحبت میکنم. میتونم کنترل کلیک کنم روی اون منطقه انتخاب بشه و بیام، حتی بازم همون حالت میشه، make work path رو بزنم یا به صورت ماسکه بذارم یا تبدیلش کنم به یه وکتور ماسک. خب که من این کار رو مثلا نمیخوام انجام بدم، از همون حالت قبلی استفاده میکنم. پس یادتون باشه زمانی که دارین کار میکنید روی حالت پت نباشه. من معمولا هیچ وقت این کار رو نمیکنم، حالا چون توی آموزش بود حالا اشتباهی از دستمون در رفت. حالا کافیه کلید U رو بزنم و وارد قسمت کاستوم شیپ ها بشم. تو اون قسمت این شیپمون به انتهای لیست شیپ ها اضافه شده. کافیه کلیک کنم، شیفت رو نگه دارم و به صورت لایه شیپ رسمش کنم. خب کاری که انجام میدم یک انطباق هست.
و میتونم الان رنگش رو عوض کنم یا هر رنگ دلخواهی، حتی اگر خواستید از همین رنگ این شکل استفاده کنید، کافیه کمی شکلتون رو جابجا کنید، یو رو بزنید و قسمت فیل این قسمت رو انتخاب کنید و رنگ شکلتون رو انتخاب کنید. به این صورت اون شکلم رو دارم. معمولا برای اینکه اشتباه نشه همین کاری که انجام میدید کمی رنگ متفاوتی رو در نظر بگیرید. خب ما بقیه قسمت ها هم همینطور، فقط یک نکته رو مد نظر داشته باشید. یه موقعی شما میان کار میکنید شکلتون دیده نمیشه، مثلا فرض کنید حالا من چشم رو میام اینجا کار میکنم عمدن، تازه با پن هم کار میکنم، بعد دوباره پت کار کردم، یادم باشه این رو ببرم روی شیپ. الان شیپ من هم رنگ داره، مثلا من حتی رنگش رو میتونم عوض کنم، ولی چیزی که از اینجا دیده نمیشه، چه اتفاق افتاد؟ اصلا غیب میشه. توی لایه بندی هاتون دقت کنید که این لایه ها بالای یا پایین همدیگه قرار نگرفته باشن، پس چیدمان لایه ها هم تاثیر داره توی کارهاتون.